آمریکا اعلام کرد که واردات کالاهای تولیدی 5 شرکت دیگر چینی را به دلیل بکارگیری اجباری و نقض حقوق اقلیت مسلمان اویغور ممنوع کرده است. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که صادرات کالاهای دو شرکت تولید کننده محصولات مگنزیوم مستقر در هانگ کانگ و یک شرکت استخراج کننده محصولات غیر فلزی را بر اساس قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها ممنوع کرده است. واشنگتن این اقدام را برای خارج کردن کالاهای تولیدی با کار اجباری از زنجیره تأمین آمریکا انجام داده است. آمریکا پیش از این هم واردات محصولات دست کم 67 شرکت تولیدی پوشاک پنبه‌ای، قطعات موتور، کفش و صفحه‌های خورشیدی را ممنوع کرده بود. ایالات متحده این 70 شرکت چینی را متهم کرده است که به نحوی در استفاده از کار اجباری اویغورها دخیل هستند. آمریکا چین را به نقض حقوق بشر در منطقه خود مختار سینکیانگ در غرب چین متهم می‌کند. واشنگتن میگوید که چین مردم اقلیت قومی و مذهبی اویغور، قزاق و قرقیز این منطقه را به اردوگاه‌های کار اجباری می‌فرستد و در پی نسل‌کشی آنهاست. چین این ادعای آمریکا را رد می‌کند، اما اخیراً یک مقام چینی گفته بود که پاکسازی اسلام از منطقه خودمختار سینکیانگ حتمی است. ماژین روی رئیس حزب کمونیست چین در سینکیانگ در حاشیه نشست سالانه پارلمان چین در بیجینگ به خبرنگاران گفت: همه می‌دانند که اسلام در سینکیانگ باید پاکسازی شود. این یک روند اجتناب ناپذیر است. گفتنی است بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور به بهانه افراط‌گرایی دینی در اردوگاه‌های بازپروری اجباری دولت چین در منطقه خودمختار ترکستان شرقی سینکیانگ تحت بازداشت و شکنجه قرار دارند. دولت چین درخواست نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد، حقوق بشر و سازمان ملل متحد برای سفر به منطقه و بررسی شرایط مسلمانان اویغور از نزدیک را همواره رد کرده است. بر اساس گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر، دولت چین به بهانه تدابیر امنیتی پیشگیرانه بسیاری از اویغورها را بدون هیچ روند قضایی در اردوگاه‌های اجباری نگه داشته است. پکن با وجود پایگاه‌های نظامی سری در منطقه ترکستان شرقی که در آن مسلمانان نگهداری می‌شوند، در توجیه این سیاست خود مدعی شده که این اقدامات برای مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد. نهادهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشر این ادعاهای دولت چین را رد کرده و سیاست مذکور را در راستای نسل‌کشی اویغورها می دانند. بر اساس داده های سازمان عفو بین الملل، پارلمان اروپا و دیدبان حقوق بشر از سرنوشت بسیاری از روشنفکران، دانشمندان، ورزشکاران و هنرمندان اویغور که در اردوگاه های کار اجباری چین به سر می برند، اطلاعی در دست نیست.